برگزاری انتخابات موفق در کشور مسلمان ترکیه است. واقعا یک نمایش از قدرت دینی و اسلامی و فهم عمیق مردم ترک بود، الحق و الانصاف. با اینکه بعد از حوادث ناگوار زلزله که اتفاق افتاد، تعدادی از مسلمان ها اونجا کشته شدند، تعدادی هم مجروح شدند، تعداد زیادی هم زخمی شدند و به هر حال بیخانه شدند، همه میگفتند اینا ممکنه دیگه طرفدار حکومت اسلامی به اسلام و اسلامگرایان نباشه. ولی انصافا مردم ترک منافع ملی خود را درست تشخیص دادن و درست هم پای او آمدن. من این مصاحبه ها را که گوش میدادم، آدم میفهمید که مردم از این حکومت فعلی ترکیه ناراضیه، ولی میگه اگر این حکومت نباشد بر سر ترکیه چی میآید. خیلی مطلب دقیقیه. اگر این حکومت نباشه، حرج و مرج بشه، چی اتفاقی میفته؟ منافع ملی ترکیه به خطر میفته. درست تشخیص دادن. یعنی بازم به پای همین اسلامگرایا آمدن و از اسلام حمایت کردن و از شعارهای اسلامی. حالا چقدر در کشور اسلام پیاده میشه، یعنی بحث دیگه است. ولی اینمی که حکومت اسلامگرایا باز برای بار دوم رأی میاره، البته انتخابات رفت به مرحله دوم، ولی خب اسلامگرایا رجب طیب اردوغان خب باز او و حزبش الان پیشتازه. این برای ما اثبات کرد که دموکراسی دینی با دین در تعارض نیست، رجوع به آراء مردم با دین در تعارض نیست. حمایت مردم کاری میکنه که نه ارتش میتونه، نه اردو میتونه، هیچ قوتی نمیتونه به اندازه مردم حمایت خود را از حکومت وقت انجام داد. خوب است که ما هم منافع ملی خود را، رجوعی به مردم را سرلوحه کارمون قرار بدیم. پیغمبر اکرم عقل کله، هادی سبله، خاتم الانبیاء والمرسلین است، پیامبر اولو العزم است، بلکه خاتم پیامبران اولو العزم است. ولی مع ذلك لحظه به لحظه خدا با وسیله جبرئیل و با وسیله امین وحی الهی او را ارشاد و راهنمایی میکند. ولی مع الوصف در دو جای قرآن میفرماید با مردم مشورت کن و امرهم شورا بینهم فإذا عزمت فتوکل علی الله. وقتی خدا به پیغمبرش که عقل کل در دو جا میگه تو با مردم مشورت کن، رأی مردم را بشنو، رأی ثواب مردم را بپذیر، او را به کار بگیر، از اونها استفاده کن. خب حاکمان غیر معصوم و غیر پیامبر خواهدشون معلومه. لذا من واقعا تحسین میکنم مردم مسلمان ترکیه را که هم هدف را درست تشخیص دادن، هم منافع ملی خود را درست تشخیص دادن و هم به پای منافع ملی خود استاد شدن، ولو از حکومتم همچه دل خوش نداشتن و شکرلنجی داشتن. خوب است که در کشور ما هم به منافع ملی و به منافع جمعی توجه بیشتر کنیم تا منافع شخصی و گروهی و حزبی، که انشاءالله در افغانستان هم یک امن و ثبات برای همه مردم انشاءالله به وجود بیاید.